بالاخره این حقیقتیه که ما تو آخر از زمانیم، شایدم اواخر این آخر از زمان، و خیلی ها مشتاقن که این مرحله رو رد کنن به سلامت و برسن به اون دنیای فوق‌العاده پس از ظهور. از یام نگرانی دارم برای عبور از این مرحله، که خدایی جای نگرانی هم داره، چرا که روایات رو که نگاه میکنیم میبینیم این قسمت خیلی ها قراره حذف بشن. تو یه روایت حضرات 3 بار کلمه غربال رو آوردن، غربال میشین، غربال میشین، غربال میشین. حالا کی میخواد بعد از این غربالا بمونه؟ خدا میدونه. از طرفی هم امام عسکری علیه السلام فرمودن والله قسم همه هلاک میشن تو این آخر از زمان و تو این غیبت طولانی، مگه عده قلیلی که نشونه هاش رو فرمودن. و از طرفی دیگه روایاتی داریم که بیان میکنه 2/3، 3/5، 5/7 تا 9/10 هم داریم که حذف میشن توی مرحله. پس جدیه، یا هلاکت فیزیکی یا هلاکت معنوی که همون از بین رفتن اعتقادات باشه. بالاخره هست این داستان. خب چی میخوای بگی؟ چه راهکاری داریم؟ میخوام یه فاکتور خیلی مهم برای رد شدن از امتحانات سنگین بهت معرفی کنم. تجربه هم شده، قبلا جواب هم داده. امتحانات سنگین یعنی امتحانایی که هیچ کی ازش رد نمیشه، با داشتن این فاکتور عبور کردن از این مرحله. مطلب خیلی جالب و قابل تأمله. با این روایت شروع میکنم. یه جایی امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوان از یه سری از خواصشون تجلیل کنن، به خوبی یاد کنن. جمله عجیبی فرمودن خدا رحمت کنه سلمان، ابازر و مقداد رو. برای چی؟ نماز خوب میخوندن، آدم خوبی بودن، کار خیر زیاد میکردن؟ نه. جالبه، دقت کن ببین برای چی داره امیرالمومنین تمجید میکنه، نزد حضرت چی مهمه و چشمگیر بوده. میفرماین خدا رحمت کنه سلمان و ابوذر و مقداد رو چقدر دقیق اون دو نفر رو شناختن و چقدر شدید بیزار بودن و چقدر زیاد لعنشون میکردن. این مطلب اولش یه نکته خیلی خیلی دقیق داره که میفرماید چقدر دقیق شناختن اون دو نفر رو. پس چی شد؟ شناخت دقیق از دشمن اهل بیت. این شناخت خیلی مهمه و سخته در زمان خودش. اگه شناخت دقیق از دشمن اهل بیت نباشه، اگه اطلاعات تو این زمینه کم باشه، اون براعت عمیق و محکم اصلا شکل نمیگیره. هرچی هم بهتر بشناسی، دقیق تر بشناسی، عمق رزالت رو متوجه بشی، اون موقع است که اون بیزاریه شدیدتر میشه. پس تا اینجا امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخوان امتیازی بدن، تمجیدی کنن از این یاران، بین همه صفات خوبی که داشتن دست میذارن رو براعتشون. خب این مسئله چه ربطی به نجات در آخر از زمان داره؟ چه ربطی به عبور از امتحانات سخت داره؟ شما همین روایت رو بذار کنار یه روایت دیگه، نتیجه در میاد، رمزگشایی میشه. ارتد الناس بعد النبی الا سلاس. داره میگه تو امتحان سنگین بعد از پیامبر، که واقعا هم سنگین و پیچیده بود و عواملش سالها فیلم بازی کرده بودن برای اجرای نقششون، به غیر از 3 نفر همه مرتد شدن. یعنی همه فریب سناریوی اینا رو خوردن به غیر از همین 3 نفر. حالا برو ببین این 3 نفر کیا بودن، حالا برو ببین این 3 نفر چه ویژگی خاصی داشتن که تو اون زمان، تو اون امتحان سخت که همه باختن، همه فریب خوردن، این 3 نفر دینشون رو سالم از این مرحله بیرون